صبح دلانگیز شما به خیر عزیزان و روزتون سرشار از عطر گل یاس امروز بحث بسیار مهمی داریم تحت عنوان نظافت و پاکیزگی ببینیم نظافت و پاکیزگی تا چه حد میتونه در نفوذ اجتماعی شما اثر بخش باشه و تأثیر بذاره و چقدر میتونه دید دیگران رو نسبت به شما تغییر بده آیا نظافت و پاکیزگی در تثبیت روابط مخصوصا روابط زناشویی تأثیری داره یا نداره خانمی میگه که آقای دکتر باور کنید قبل از ازدواج ما وقتی همسر من نیومد منزل ما یا با هم قراری داشتیم بیرون بریم اصلا بوی عطرش منو گیج میکرد مست میکرد حتی تا دقایقی بوی عطر ایشون توی منزل توی آسانسور عوض میخوام حتی دستشویی هر جا که میرفت تا پنج دقیقه و دقایق زیادی بوی عطرش میمون همیشه مرتب شیف کرده ترتمیز شیک جذاب با اتروت کلون زده بلعکس آقایون میان شکایت میکنن که باور کن آقای دکتر ما قبل از ازدواجمون هر بار که من با همسرم برخورد میکردم چقدر شیک و مرتب بود ساعتها طول میکشید تا ایشون حاضر بشه به خودش برسه شیک و مرتب میومد وقتی بغلش میکردم لذت میبردم از بغل کردن او اما الان نه الان بوی دهانش بوی بدنش دست به موهاش میزنم دیگه اون تراوت و نرمی و زیبایی رو نداره و بسیاری از مشکلات دیگه چرا این اتفاق میفته؟ این در واقع یکی از گرفتاری های شاید فرهنگ ما باشه که مردم ما خودشون رو برای دیگران نظافت میکنن آرایش میکنن و خیلی خوب میرسن به خودشون اما برای همسرشون و در منزل باری به هر جهت زندگی میکنن و خوشن رها میکنن انگار نه انگار که اصلا این آدم همون آدم قبلی قبل از ازدواجه حتی ما دیدیم که مثلا خانومی میگه من همسرم رو در بیرون دیدم یا در یه مجلسی پارتی جایی از دور که دیدم نشناختم همسرم رو. انقدر یه مرد جنتلمن شیک جذاب از دور که نگاه میکردم گفتم که کاش که این شوهر من بود بعد رفتم جلوتر دیدم به چه شاخ شمشادی چه شاهزادی همسر خودمه بلعکسش هم هست آقایونی هستن که همسرشون رو وقتی در بیرون میبینن از دور میگن که چقدر این زن جذابه ای کاش این همسر من بود همون بحث واتیف که داشتیم چی میشد اگه تو بحث مقایسه کردن مشاهده بکنید خب یکی از چیزهایی که ما خیلی تأکید داریم و تأثیر میذاره طبق تحقیقاتی که انجام شده تحقیقات نشون میده که زن و شوهرهایی که به وضع ظاهر خودشون توجه میکنن میرسن و مرتبا تمیز هستن خانم هایی که آرایش میکنن نه حالا هر روز یه روز در میون دو روز در میون تنوعی دارن در عطر خودشون تنوع به کار میبرن اینها از روابط پایدارتر و ازدواج های رضایتمندتری برخوردارن در واقع از, رضایت، از, ازدواجشون رضایت زیادی دارند. خب وقتی تحقیقات داره پشت سر هم همینطور ثابت میکنه که وضع ظاهر چقدر میتونه در نفوذ اجتماعی شما تاثیر بذاره و چقدر میتونه باعث جذابیت شما بشه قضیه آستین نو پلو بخور مولا که یا بتونه. طبق تحقیقاتی که انجام شده از یک جهت متاسفانه و از یک جهت میتونیم بگیم خوشبختانه جذابیت ظاهری، نظافت و پاکیزگی در رابطه حرف اولو میزنه حالا چرا میگیم متاسفانه به خاطر اینکه خب ظاهره دیگه شاید شخصیت این فرد ویژگی هایی داشته باشه مثل مهربانی، بخشندگی، صداقت ولی خوشبختانه میگیم به خاطر اینکه این موضوع قابل دستکاری و تغییره و شما خیلی راحت میتونید تحت کنترل در بیارید پس اولین پیامی که میخوام امروز بهتون بدم درباره نظافت و پاکیزگی و از همینجا اعلام میکنم فریاد میزنم به تمام زن و شوهرهای دنیا که ای عزیزان اگر میخواید زندگی های زن و شویتون پایدار باشه حتما حتما به نظافت شخصیتون توجه کنید یه مرد وقتی از بیرون میاد اول حتما بره یه دوش بگیره حتما تمیز و مرتب شیک، اصلا خودش لذت میبره از این که تمیز شده مرتب شده شیک شده بوی خوش میده و برای خودش جذابیت داره یعنی خودش وقتی جلوی آینه میسته از خودش لذت میبره چه برسه به دیگران در مورد خانم ها هم, هم همینطور خب اولین چیزی که ما در روانشناسی بهش اهمیت میدیم دقیقا همینه یعنی وقتی مراجعه از در دفتر ما وارد میشه ما اول یه اسکن میکنیم که ظاهر این چطوریه به قولی هر که ظاهر آشفته دارد دلیل که باطن آشفته ای دارد یعنی به محض اینکه فرد وارد دفتر میشه ما از اون بالا تا پایین یه ورانداز میکنیم ببینیم که این آدم چه حال و روزی داره از نظر روحی روانی عاطفی خب کسی که به خودش نمیرسه یعنی نشانه هایی داره در واقع نظافت و پاکیزگی یک علامت یک ساینه خب اولین نشانش اینه که این آدم خیلی خودش رو دوست نداره یعنی برای خودش خیلی ارزش قائل نیست و باید توجه بکنه و احتمال خطر در زندگی این فرد بسیار بالاست اولین خطر خیانته مثلا موردی ما داشتیم خانمی که اومده اومده جلسه مشاهره من میبینم که خب پسر اون در واقع پسر این خانم گزارش داده که پدر من مثل فیلم آیدا بابا تو دیدم پدرم رو دیدم که با یه فرد دیگه ای بود به مادرش گزارش کرده که اینطوری اینا بحث و درگیری خب خانم وقتی که وارد دفتر شده من میبینم که یه تیشرت قهوه‌ای پوشیده انداخته اینو توی لباسشویی وایتکس یه طرفش رو برده بعد سر و نامرتب خب یه سن و سالی ازش گذشته بود بوده مثلا 47 سال 50 سال موها سفید یعنی رنگ نکرده ما اول به موها توجه میکنیم آدمی که به موهاش نمیرسه یعنی موهاش چربه یعنی اینکه این آدم خیلی بها نمیده به خودش دوم ابروها رو نگاه میکنیم خانوم باشه آقا باشه آیا ابروها مرتبه در مورد آقایون بعضی آقایون رو نگاه میکنیم مثلا پشت گردن مو داره اصلا آدم چندشش میشه یا صورت اصلا مرتب نیست اگر ریش داره خب باید آنکارد کنه مرتب تمیز لباسش همینطور خب این خانم وارد دفتر شده من نگاه میکنم میبینم که چه وضعیت اسفباری داره خب بعد گفتیم که در واقع اون پارتنر اون آقا هم بیاد که به قولی هووی این خانم میشه اون خانم از در اومده اصلا از درک وارد شده بوی عطرش فضای دفتر مشاوره رو پر کرده بعد اومده میبینم یه لباس خیلی شیک پوشیده موها مرتب آرایش کرده همه چی عالی خب معلومه ما نمیخوایم خیانت اون مرد رو توجیه بکنیم خیانت با هیچ چیزی قابل توجیه نیست حق نداره این آقا این کارو بکنه اما عوامل زمین ساز داره خب پس تا حدیش میتونه تحت کنترل ما در بیاد چی میخوام بگم میگم طبق تحقیقاتی که انجام شده زن و شوهرهایی که فرق نمیکنه در مورد آقایون هم همینطور زن و شوهرهایی که به ظاهر خودشون توجه میکنن بها میدن اینها ثبات بیشتری و از پایداری بالاتری ازدواجشون برخوردار ازدواج های پایدارتر و بهتری دارن و رضایت زناشویی در این زوج ها بالاست به اصطلاح مریتال ستیسفکشن خیلی بالاست خب چی میخوایم بگیم جمع و جور بکنیم نتیجه گیری کنیم میخوایم بگیم که وقتی یه فردی به ظاهرش نمیرسه حاکی از یک سری علایه میه. اول این که این آدم عزت نفسش ممکنه پایین باشه دوم این که خودش رو دوست نداره برای خودش در, در واقع حس خوبی نسبت به خودش نداره و به قول روانشناسا فیزیکال سلف استیمش عزت نفس فیزیکیش پایینه تصویر خوبی از فیزیک خودش نداره و بعد اینکه احتمالا تربیت خوبی نداشته معمولا خانواده اینها رو نگاه میکنه ببینید که خانوادهشون هم مثلا مادر هم اون آموزش های لازم رو به فرزندش نداده اصلا خودش در واقع خود اون مادر الگوی خوبی برای فرزندش نیست پس یاد بدید به فرزندانتون از دوران نوجوانی به نوجواناتون یاد بدید که نظافت بکنن تمیز، مرتب، شیک باشن هر روز حتما دوش بگیرن و لباس تمیز بپوشن این توجه به ظاهر میتونه نفوذ اجتماعی اونها رو بالاتر و بهتر کنه بوی دهان رو خیلی دقت بکنن خیلی از زوجین هستن که میان پیش ما میگن که حتی یکی از دلایلی که باعث میشه که رابطه جنسی بین زن و شوهر از بین بره همین بحث بوه یعنی بو بسیاری از زندگی های زناشویی رو نابود میکنه بنابراین به عنوان نتیجه جنبندی بکنیم بحثمونو نتیجه این که ظاهر ما انسان ها طبق تحقیقاتی که انجام شده در روابط اجتماعی حرف اولو میزنه جذابیت فیزیکی جذابیت ظاهری حالا بگیم متاسفانه خوشبختانه حرف اول رو میزنه به ظاهر خودتون برسید توجه بکنید بها بدید حتما عطر بخرید حتی شده پول قرض کنید عطر بخرید و لباس های تمیز و مرتب بپوشید تا برای شما ارزش بیشتری قائل بشن تا خودتون هم خودتون رو بیشتر دوست داشته باشید روزی سرشار است عشق و آرامش در پیش خدا نگهدار